اتم ات بله اتم اطلاعات رو داره، ولی اتم قرار نیست باش کاری بکنه. اتم ملائکه، ملکه با دو بال و سه بال و چهار بال، ملکه. ملک بر در میکدهش ای ملک تسبیح‌گوی، اون ثابت وایساده هر جا طبق اراده الهی، اراده الهی قوانینه به جهان هستی اعمال شده. هر جا یه پیوند الکتروالانسی باشه، کووالانسی باشه، چی باشه، بمان باشه، هر چیزی باشه مطابق اون قانون میره اونجا شرکت میکنه. توجه فرمودین؟ و اجزای ثابته هستن، اجزای ثابته. خب یعنی در واقع ملائک تعریف های مختلف، چیزهای مختلف، یکی ارکان ثابته هستی، ارکان ثابت جهان هستی. خب گفتن که ما که هستیم، خب نحن نسب و همده که ما که هستیم، ما ببین هیچ تخلفی هم نداریم، ثابت هستیم. خب ولی اونه که به این ثابت معنی میده ما ایم. خب اونه که در واقع میخواد هستی رو تعریف کنه ما ایم. خب این ثابت، خب وز ملک افزون تریم، ما بالاتریم یا این بالاتره؟ خب و برای همین توجه داشته باشیم که به اصطلاح هدف خلقت اون نردبان، خب اومده شعور زمینه، شعور حیات، عقل غریزی، عقل چی؟ اختیاری و بحث اینها رو چیکار کرده؟ زمینه ده دو شیش روز، یعنی شیش پله، شیش دوره، شیش مرحله، شیش تا پله که اینجا داریم، اینها این زمینه اینه، این زمینه اینه، این زمینه اونه، این زمینه اونه. و خب حالا اومده و اینم هستی فرم گرفته، نه شیش روز. خب روز معنی نداره که، برای اون در طرفت العین. اما وقتی ما بخوایم آنالایز کنیم، وقتی ما بخوایم بیایم بگیم خب از چی ساخته شده، یه دفعه می‌بینیم که مثلا نقاش توضیح داده اونجا، نقاشی می‌خواد، نقاشی باید اول زمینش رو آماده کنه، بعد اون رو کنه، بعد این کار رو کنه، بعد اون کار رو کنه، بعد اون کار رو کنه، یک مراحلی رو دنبال می‌کنه که زبان ادیان زبان تمثیل و مثال و اینجوری است. در واقع فراموش نکنید مثلا در عهد عتیق که نمیتونستن بیان بگن که اتم، خب که دیگه نمیتونستن بیان بحثای رو باز کنن که حالا تازه ما امروز هم داریم باز میکنیم، یک گوشه هاشو صحبت بکنیم، صحبت میکنیم، باز هم مشکل داریم. خب باز هم زمان میخواد، باز هم حالا باید کلنجار بریم تا یواش یواش سیستم فکری عوض بشه که بابا ملک، ملائک اون نیست که بیاد دو بال 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 بزنه بعد بیاد اون فلان. خب مثلا ملک دو بال، سه بال، خب اینا چجوری مثلا ملک سه تا بال داره؟ خب دو اوربیتال، سه اوربیتال، چهار اوربیتال. و اینها در واقع اون زمان ها نمی شده صحبت هایی بکنن که نمیدونم چی باشه. در قالب در مسائلی که نیاز به کشف رمز داره و امروز ما باید با تفکر نوین، با تفکر امروز پیام الهی رو بگیریم. و اتفاقا خیلی ما زیباتر الان میتونیم فلسفه ادیان رو خب دنبال بکنیم. چرا ادیان اومدن؟ هدفشون چی بوده؟ آیا نیاز خدا بوده یا نیاز ما بوده؟ و بعد اصلا چیکار میخوام بکنن؟ خب اینا رو جزء برنامه هامون هست و داریم مثلا کار میکنیم.